ما رو با سرمربیگری مانوئل مونتایا فرناندز، سرمربی اسپانیایی که باید حالا به نبرد با همتای فرانسوی خودش دیدیه دینارت بره. اینم چهره به نظر میسه داوری کره ای این بازی است که برای این دیدار انتخاب شدن. بله، سیوکلی بون اوکو داوری هستن که در حقیقت کوبل داوری که این بازی رو قضاوت میکنن. امیدواریم در این نبرد سخت اونها بتونن عدالت رو رعایت کنن. در مصاف دو مدعی و دو تیم رقیب در گروه دوم این رقابت ها عربستان و ایران و اینم تماشاگرای عربستانی حاضر در سالن. این بازی در سالن اصلی رقابت ها برگزار میشه. دیدید با بلندگوهای دستی و با کلی ساز و دهل در واقع عربا اومدن که در مصاف با ایران، تیمی که افشین صادقی و پویا نوروزی نژاد رو در این دیدار در ترکیب نخواهد داشت، ولی به هر حال بقیه بازیکن‌های ما هستند، بخشی از لژیونرهایمون رو هم نداریم. ببینیم که در این مصاف که از همین لحظه آغاز میشه جدال دو تیم ایران و عربستان، خیلی سریع میریم سراغ بازی، دیداری که در حین بازی من توضیحات بیشتر رو راجع به کیفیت بازی و سابقه دو تیم هم خواهم داد. عربستان ثابت و در شروع بازی، تیم ما با لباس‌های سفید رنگ در سمت چپ تصویر و تیم سبزپوش عربستان در سمت راست. بازم یک توپ به بغل چپ، یار هفت برای رفتن که حسین موسیم باشه. بازم فرصت برای تیم ما هست. حالا یک توپ رو بچه ما گرفتن، در واقع اجازه ندادن از حمله کنن. حالا فرصت برای تیم ما بود، توپی که در موقعیت خوب رسید اما بی حاصل از سید مهدی موسوی. این چهره دیدیه دینارت هست، سرمربی نامدار فرانسوی، خودش سالا کاپیتان تیم ملی هندبال فرانسه بود، در المپیک 2008 پکن و لندن مدال طلا گرفت، به عنوان سرمربی در المپیک ریو مدال نقره گرفت. یکی از برجسته ترین مربیای فرانسوی است. جدال او با خود مونتایا فرناندز، یک بار دیگه فرصت هست برای رفتن، اجازه نمیدن بچه های ما بر میگردن. سیاوشی یک توپ بلند، حالا تک به تک میشیم و گل اولو میتونستیم بزنیم، نشد. چه بد کار کردن بچه های ما در همین شروع کار. یک بار دیگه فرصت در بغل راست، گوش راست، دروازه ما باز میشه. وقتی گل نزنیم دو بار در دو موقعیت عالی، یار 75 دروازه ما رو روی پاشنه میچرخونه. هیدرال کدروی دروازه ما رو باز کرد. ببین چه موقعیت طلایی رو به تیر افقی دروازه زدن بچه های ما دو بار و بلاواسطه گل رو دریافت کردیم. اینم دروازه‌بان زردپوش عربستان در رقابت های قهرمانی جهان 2015 اونا 21 شدن و ما اونا رو بردیم. حالا فرصت برای تیم ما بود، گل مساوی رو میزنه بازیکن های ما. ببینیم کدام بازیکن ما بود. ببینم به نظر میرسید افشین صادقی بود، نمیدونم. حالا به شک گفته میشد که او هنوز به این رقابت ها نرفته، ولی ببینیم دقیق یک لحظه یا مرداد سمسامی بود. سنه آهسته رو نداشتیم از تلویزیون عربستان. گلی که ما به ثمر رسوندیم در بازی اول این سید مهدی موسوی است، به این شکل دروازه رو در باز کرد و حالا یک بار دیگه در بار دوم و خطا گرفته میشه از روی داورای کره ای، اجازه ندادن، گلش پذیرفته نیست. حسن الجنابی، حالا یک بار دیگه فرصت برای تیم ما بود. بازم توپ رو با از عربستان از گوشه راست حرکت میکنن، فرصت برای گل دوم عربستان هم مهیا میشه. بازم یار 75 هست، دروازه ما رو باز میکنه. هیدر کدروی این شکل دروازه ما رو باز کرد. اینم گل ما بود که به ثمر رسید. بازیکن شماره 8 ما سید مهدی موسوی، 2-1 به سود عربستان هست. تا اینجای کار ما نتونستیم از موقعیت‌های ایجاد شده استفاده کنیم. سری در زمین ما پاسکاری بلاواسطه انجام میشه تا پشت محوطه 9 متر حریف، دفاع 5-1 از عربستانیا. حالا فرصت برای یک شوت بود، خطا رو میگیرن داور کره ای. روی جهانی بود که خطا رو صورت دادن، حسین جهانی بود که گل رو هم او به ثمر رسوند. من به اشتباه سید مهدی موسوی گفتم و گل رو او به ثمر رسوند. این هم چهره سجاد استکی است، 2-1 به سود عربستان است. عربستان در گوش راست توپ رو از دست میدن. خوش اقبال بودیم در این صحنه، بلافاصله توپ رو به گردش تبیرن بچه های ما. بازم فرصت برای تیم ما است.
سجاده سکی کشودی میزنه با که عکس العمل عالی در بازبان عربستان داره، در بازبان شماره 16 محمد سالم به این شکل عکس العمل فوق‌العاده‌ای داشت روی ضربه ناگهانی و شوت ناگهانی سجاد استکی در بغل راست. بازم جهانی او در بغل راست بازی میکنه که الان صاحب توپ هست، حرکت میکنن بچهای ما، آهنگ دروازه حریف رو، حالا فرصت برای گل، گل دوم رو هم میزنیم به زیبایی هر چه تمامتر. آفرین به جهانی، فوق‌العاده بود بازیکن چپ دست ما، دومین گل پیاپی خودشو همانند الکدارمی وارد دروازه عربستان میکنه. جدالی که اگر ما مساوی بشیم سرگروه خواهیم بود. تبادل گل ما قبل از این بازی بیشتر از عربستان بود در مسافه با هند و استرالیا، دو حریفی که در دور مقدماتی در گروه دوم با هر دو تیم بازی کردند. این جدال سرگروهی است. حالا فرصت برای تیم ما هست. باز هم موفق دروازه‌بان ما محمد سیاوشی اجازه باز شدن دروازه رو نمیده تا اینکه کار او خوب کار کرد. حالا یک بار دیگه برای رفتن یاره عربستانی بازیکن ما رو میگیره، مشتبه سالم. این صحنه که ملاحظه میکنید باز هم جهانی بود، میره خطرساز میشه بازیکن چپ دست ما در بغل راست، میبرم به گوش چپ، حالا میارم به وسط، سعی میکنن که بازی رو آرام کنن. احسان ابویی در نقش توپ پخش کنند، باز هم فرصت سوزی از تیم ما، باز هم عربستانی ها نمیرسن به توپ. خوشبختانه شرایط به گونه‌ای بود که در دو مرحله توپ نصیب ما شد. بازم آغاز حمله دیگر برای تیم ما، میبرم به گوش چپ. صندلی‌های سبزی که سکوهایی که می‌بینید اونجا هم شرایط کرونایی باعث شده دیگه در حقیقت تماشاگرها با فاصله در سالن حضور داشته باشند. جدال ایران عربستان همواره دو تیم در دیدارهای رده‌بندی جام ملت‌های آسیا با هم بازی کردند. در یکی از اون ترخترین هاش سال 2008 بود که ما با یه گل اختلاف در اصفهان باختیم. فرصت باز هم برای تیم ما از خطر انجام میدن، پرتاب 7 متر برای تیم ما، باز هم جهانی است. ببینید این حملی که با دخالت و شارژ شدن جهانی رو اینگونه یاره 23 از حرکت باز داشت. عبدالله الهویلالی دروازه باز میشه توسط سجاد استکی، گل سوم رو ما میزنیم و میمونه دروازه‌بان محمد سالم. 3-2 به سود ایران هست. 6:37 اگر ما از خان عربستان عبور کنیم طبیعتاً شانس زیادی در مرحله دوم برای راهیابی به جمع 5 تیم برتر و رفتن دوباره به رقابت‌های قهرمانی جهان سال 2023 خواهیم داشت که به میزبانی مشترک سوئد و لهستان برگزار میشه. بازم فرصت برای عربستان پشت محوطه 9 متر ما، آهنگ دروازه ما رو، حالا فرصت برای گل مساوی هست. گل هم پذیرفته، گل رو هم قبول میکنن از یار 57 مشتبه سالم در بغل چپ، دروازه ما رو باز میکنه. به نظر میسه حسین جهانی یک مقداری لنگان لنگان کارش رو ادامه میده. مرداد سمسامی از بازی خارج میشه، با مترجم خودش صحبت میکنه. منتایا یک بار دیگه فرصت هست برای تیم ما، یک توپ در روی دروازه و اینجا دیگه در واقع اجازه نمیده دروازه‌بان عربستان در اون محوطه 7 متر به کیارش طاهری. ما یک مقداری در پست قدزن دچار مشکلیم، بازیکنای کم تجربه ای رو فعلا داریم در این رقابت ها به دلیل مصدومیت های ناخواسته که پیش اومده. و چه توپی رو زد، چه توپی زد، باز هم جهانی گل چهارم رو او به ثمر میرسونه. فوق‌العاده کار کرد اینجا، آفرین به جهانی، فوق‌العاده در مسابقه با عربستان خوش درخشید. البته هنوز برای قضاوت زود هست، بازی سخت و درگیرانه ای رو در پیش داریم. چهره ناآرام مثل همیشه خود مونتایا فرناندز. یک بار دیگه فرصت برای عربستان هست با پای چپ، آفرین به محمد سیاوشی، دروازه‌بانی که این چنین محکم دروازه ما رو حفظ و حراست میکنه، دروازه‌بان 36 ساله سپاهان اصفهان، و مانع میشه که عربستان بتونه به گل مساوی برسه. در چند رویداد اخیر برنده اونها بودن. این شعر دیدیه دینار هست. یک
بازیکن صاحب نام در جزیره گودالوف دنیا اومد. به هر حال یکی از برجسته ترین هندبالیست ها در دوران بازیگریش بود، در تیم ملی هم 3 سال دستیار اونستا بود و بعد در سال 2013 تا 2016 این اتفاق افتاد و بعد او سرمربی شد تا همین یکی دو سال پیش. حالا گل مساوی رو هم میخوریم توسط حسن الجنابی، دروازه ما باز میشه. ببینید این حرکت کاملا روی دفاع ما مسلط عمل کردن، جنابی دروازه ما رو باز کرد و سابقه کار برابر 4 شد. نبرد به این آسونی ها نیست. 9 دقیقه و 26 ثانیه نیمکت سبخوش عربستان رو ملاحظه میکنید. دیداری که از شبکه تلویزیونی ورزش تقدیمتون میشه، دیدار ایران و استرالیا رو ملاحظه کردید، دیدار ایران و هند رو هم همینطور. این سومین جدال ایران در این رقابت هاست که امیدواریم با دومین صعود تیم ملی مردان هندبال ما همراه باشه. برای رفتن کندن و جدا شدن سجاد استگی رو با دفاعی چند لایه از حرکت وا میدارم. بازیکن با تجربه ما، ببینید اجازه نمیدم به او، بازیکنی که عضو باشگاه العربی قطر هست، اینم تماشاگرای عربستانی، این مسابقات رو قرار بود ما میزبان باشیم، اما شرایط سخت کرونایی در تقریبا 7-8 ماه پیش این فرصت رو از تیم ما گرفت. بازم تو ربایی از بازیکنای عربستان فرصت برای گل پنجم هست. یار 57 مشتبه سالم اگر فرصت رو از دست بدیم مالکیت توپ رو به این شکل روی ضد حمله دروازه ما گشوده خواهد شد. عرض کردم قضاوت برای این بازی زود هست، دیداری که هر لحظهش میتونه گل داشته باشه. یک اتفاق خاص، 4 ایران 5 عربستان. حالا جدال فوتبال به هندبال هم کشیده میشه. ببینیم مشتبه سالم صحبت میکنه داور کره‌ای با او، معتقده که پیراهنش پاره شده دایران باید عوض کنه. به هر حال بعد کاملا مشخص هست این یار 57 هست در نبردهای تن به تن. این اتفاق برای بازیکن گلزن عربستان میفته. 5-4 همچنان به سود عربستان هست. بازیکنای ما صاحب توپن، فرصت برای تیم ما در بغل چپ هست. این شوت سنگین از سجاد استکی که به خارج میره، این فرصت رو هم از دست میدیم. این فرصت رو وقتی از دست میدیم یعنی در حقیقت موقعیت رو در اختیار حریف میگذاریم تا به نوعی آغازگر حمله باشه. یار 23، اینم یار 4 هست که از زمین بازی عبدالله الحماد خارج میشه. دینار صحبت میکنه. یار 37 به میدون میاد برای عربستانی که محمد العباس باشه. همین چهره در نقش پخش کن میبره به بغل راست و بغل چپ، سعی میکنه که شرایط رو عوض کنه. جابجایی بازیکن عربستان برای به هم ریختن تمرکز دفاعی ما، دفاعی 6-0 ما، یک لحظه خطا رو میگیره. ببینیم 2 دقیقه اگر تعلیق شده باشه که هست، 2 دقیقه تعلیق برای سمسامی در شرایط بازی برابر. بله این برخورد توسط مرداد سمسامی که باید یک مقداری حواسش جمع‌تر کنه، مشتبه ایدارپور هم در کنار او بود. اینم کیارش طاهری است، فرزند محسن طاهری، یکی از دستیارای آقای منتایاز، صحبت میکنه با او، دستی هم به سرش میکشه. اینم کیارش طاهری، پرتاب 7 متر رو هم داریم. 1-2 دقیقه تعلیق میتونه در واقع شرایط رو به سود عربستان کنه. محمد سیاوشی توپ رو تعارف میزنه به بازیکن عربستانی یار 7، پشت توپ حسین ماسین قرار میگیره. ببینیم چگونه عمل خواهد کرد. سخت از پرتابای 7 متر آماده میشه که این ضربه رو بزنه. محمد سیاوشی دروازش باز میشه. 6مین گل برای عربستان حاصل میشه. عرض کردم ما 2 تن از بهترینامون رو در این بازی نداریم، افشین صادقی و پویا نوروزی نژاد رو، که اگر اونها بودن شرایط برای تیم ما تغییر میکرد. الله کرم استگی رو از دست دادیم. چند بازیکن لژیونر ما به دلایل مختلف نیومدن. سید علیرضا موسوی به دلیل ظاهرا مصونیت کمر، کاپیتان دینامو بخارست بعد از 9 سال حضور در ترکیب تیم ملی در این رقابت ها غایب هست. سعید حیدری راد، سعید برخورداری، محسن بابا سفری، شاهو نصرتی، اینا بازیکنایی هستن که غایبا. دروازه ما باز میشه برای 7مین بار روی سیستم پاور پلی بدون دروازه‌بان بودیم، برای اینکه بازیکنی رو اضافه کرده باشیم که شرایط رو برابر کنیم و تعادل ببخشیم، اما به ضرر ما تمام شد. این بازیکن 57 بود که پیراهنش هم می‌بینید بلافاصله عوض میشه و گل رو هم میزنه. او بیشترین گل رو تا اینجای کار او به ثمر رسوند برای عربستان. 12 دقیقه و 7 ثانیه 7-4 به سود عربستان هست.
ما 4-3 جلو بودیم، مدت‌های مدید است که نتونستیم گل بزنیم. حالا یک حمله احساسی پشت محوطه 7 متر اجازه نمیده. باز هم همون یار 57 که گلزن هست در کار دفاعی هم موفق، سجاد استگی میخواد بره در بغل چپ، بازم خطا رو میگیر از یاران عربستان. عربستان در خانه خودش به دنبال رفتن روی سکوست، نه تنها به دنبال گرفتن سهمیه جهانی. این ضربه که کنترل میکنه محمد سالم به این شک خوشحالی خودش هم بروز میده. 7-4 بازم سبتموشای عربستان، یک شود عالی. بازم محمد سیاوش فوق‌العاده بود در بازی اول، با قول استرالیا هم یک نیمه او یک نیمه هم امیدرضا سرپوشی در اون دروازه ما بودن. این صحنه که ضربه احسان ابویی در بعد از برخورد به دفاع توسط این دروازه‌بان به این شکل کنترل میشه، همچنان برتری 7-4 از آن عربستان هست. امشب نبردهای سختی در پیش است، اکثر جدالا رنگ و بوی سرگرویی داره. گل هشتم رو هم میپذیریم. باز هم یار 57 تا اینجای کار دفاع ما نتونست فکری به حال مهار او کنه. یک شوت به شکل آبشار وارد دروازه ما میشه و هشتمین گل رو هم میپذیریم در مسابقه با عربستان. وقت استراد رو مونتایا فرناندز سرمربی اسپانیایی ما میگیره تا شاید شرایط رو بتونه اوضاع رو سر و سامان بده. فعلا بعد از زدن گل چهارم به بعد تیم ما در حقیقت دچار سردرگمی تاکتیکی شد در مسابقه با عربستان میزبان. امروز هم پاکدل رئیس پدرسون به همراهی مسعود زهرابی یکی دیگر از دستیارهای آقای فرناندز هم به شهر دمام رسیدن و ساعت پیش وارد این شهر شدند و الان هم در محل برگزاری مسابقات حضور دارند. محسن طاهری رو هم میبینین، خزن سابق تیم ملی هندبال ما، و اینم مونتایا فرناندز. اگه ما دوم بشیم طبعا باید با تیم اول گروه یک که به احتمال زیاد بین کره و کویت خواهد بود که کره یا شانس بیشتری دارن، اون وقت همراه با تیم ما و تیم اول گروه سی که قطر باشه، به همراه تیم دوم گروه دی که به احتمال زیاد یکی از تیم‌های هنگ کنگ و ازبکستان خواهند بود هم گروه خواهیم شد. اون وقت باید تکلیفمون رو در مسافه با قطر و کره و یکی از دو تیم هنگ کنگ و ازبکستان بازی کنیم. اگر صدرنشین بشیم شرایط کاملا متفاوت دیگری خواهیم داشت. یک بار دیگه برای رفتن اجازه نمیدن به بازیکن ما. حالا بازی یک مقدار از اون تبوتا و سرعت اولیش میفته. 8-4 شروع بازی با بازی سرعتی از سوی هر دو تیم همراه بود. عربستانیان نسبت به ما در حملات بهتر کار کردن، خط دفاعی ما شکننده بود در مقابل تیم عربستان و این چهره یار 57 که مشتبه سالم دروازه ما رو بارها و بارها امروز او باز کرد. فکر کنم حداقل 4-5 گل رو او به ثمر رسوند. حالا استکی یکی از اون گلهاشو به ثمر میرسونه. یکی از اون گلهای زیبا و دیدنی مسابقات میتونه باشه. چقدر عالی زد. اجازه این گونه حرکتی رو به محمد سالم نداد دروازه‌بان عربستان. 8 بازم فرصت برای عربستان هست. یار 57 مشتبه سالم میاد در پست پخش. همین بازیکن حالا یک بار دیگه فرصت برای عربستانی ها هست. بازم از گوش راز، بازم عکس العمل عالی از محمد سیاوشی، عالی کار کرد واقعا. از در پست دروازه‌بان در غیاب حتی لژیونرهای مطرحشون سعید حیدری راد و محسن بابا سفری و سعید برخورداری هم احساس کمبودی نداریم. اینم مجددا مرداد سمسامی که یک دو دقیقه تعلیق شد. اینم جهانی که فوق‌العاده بود و اینم اوریس که به میدون میاد. یار 23 ما در بغل راست قرار میده. ابویی بازم پشت محبتی 9 متر. خود اورئی بازیکن بسیار قدرتمندی است. یک لحظه توپ رو با خوب از عربستانیا، بازم ضد حمله در قلب دفاعی ما خطا رو انجام میدن بچهای ما. ببینیم دو دقیقه تعلیق رو
به بازیکن ما میدن یا خیر، ولی مطمئنا یک پرتاب 7 متر تعلق خواهد گرفت. ببینید این صحنه واقعا در دادن پاس بارها اینجا در واقع خطا رو اوریه انجام داد کاملا. بله یک پرتاب 7 متر برای ایار 7 حسین محسن در خط روی پرتاب 7 متر دروازه ما رو باز میکنه. از دروازه‌بان شماره 22 ما هم کاری ساخته نیست، علی رحیمی کازرونی دروازه‌بان تیم نیروی زمینی شهید شاملی به درون دروازه اومد و عربستان گل نهمش هم به ثمر میرسونه. 9-5 قرار بود ما در ورزشگاه 12000 نفری آزادی میزبان این رقابت ها باشیم. اگه شرایط 8 ماه پیش مثل امروز بود مطمئنا هیچ غمی نبود برای میزبانی این رقابت ها. الان بسیاری از رشته های ورزشی ما هم با تماشاگر برگزار میشه. استکی سجاد میارم به بغل راست برای اوری، خوشبختانه بیرون نرفت بعد از اون خطایی که انجام داد، حداقل 6 نفره نشدیم. حالا یک برخورد با مدافع حریف انجام میشه. 9-5 این اوریست که 2-3 نفر از بازیکنه صف بود که یار 5 باشه. این گونه ببینید چگونه بازیکن ما رو از کار میندازن. بازم فرصت برای تیم ما هست. سجاد استکی خودش میخواد بره اقدام کنه. 3-4 بازیکن عربستانی در مقابلش بودند. یار 19 2 دقیقه باید تعلیق بشه، او هم باید زمین بازی رو ترک کنه. ابوالرحمن الموالد بازیکن عربستانی است، یک مقدار مات و مفقود هست از تصمیم داورای کره ای که گرفتن. ببینید چگونه سجاد استکی با تجربه ترین بازیکن ما رو از کار میندازن. خب این موقعیت بسیار خوبی است که ما بتونیم حداقل اگه بچه ها خیلی در واقع خوب کار کنن یکی دو گل رو میتونیم جبران کنیم. سیوکلی به همراه بون اوکو داورای کره ای هستن، گل رو به ثمر میرسونیم. گل ششم ماست. ببینید گل رو پذیرفت یا خیر، بعید به نظر میرسه. علامت دست داور کره‌ای که نشون میداد گل پذیرفته نیست، گلی که اوری به ثمر رسوند. این صحنه همون 9-5 پاورجا میمونه. مالکیت توپ رو میدیم. حالا عربستانی ها سعی میکنن وقت رو بکشن به نوعی با میدانداری، با بردن توپ به عرض، با پاسکاری هایی که انجام میدن. دفاع ما رو هم نگاه میکنین، سیستم دفاعی 6-0 ما، یک مهاجم حریف رو کنترل میکنن. حالا باز هم فضا برای گوش راست عربستانی ها مهیات. این ضربه که کنار دروازه، خوشبختانه این توپ در اون دروازه ما نرفت. باز هم یار 75 بود که هیدر القدار بی باشه. 9-5 به سود عربستان هست. هنوز از موقعیت 6 نفره بودن حریف استفاده نکردیم. خیلی حملات ما اهلا یک موقعیت عالی، باز هم از این موقعیت از دست میره برای تیم ما. باز هم محمد سالم. حالا برای گل دیگری آماده میشیم و این گل رو سجاد استکی میزنه. ششمین گل نوشش. حالا سجاد استکی بازیکن با تجربه ما، بار اول دیدید که از فاصله نزدیک محمد سالم واکنش خوبی داشت، در بار دوم تسلیم میشه در مقابل سجاد استکی و شوت بدون بازگشتش به درونی دروازه. نوشش یار 99 به میدون. بازم فرصت برای عبدالله الخویلالی. محمد ظاهر هم ثابتو بود. حالا یک بار دیگه یار 57 در قلب دفاعی ما ضد حمله شکل میگیره برای تک به تک شدن. احسان ابویی ببین کجا زد، واقعا افسوس برای
هندبال ما از این موقعیت تک به تک چند بار، مگر چند بار باید فرصت نصیب یک بازیکن بشه؟ احسان ابویی هم خودشو ناامید میکنه هم ما رو. میتونست به راحتی توپ رو در اون دروازه قرار بده. به هر حال استرس این بازی بالاست در نزد بازیکنهای هر دو تیم. نوشش هر دو تیم میدونن که باید برای اینکه شرایط بهتری در دور دوم داشته باشن دیدار سرگروهی رو ببرن. به هر حال بازم مدافعان ما، بچهای ما عرض کردم در حمله آنی نبودن که ما توقع داشتیم. یک بار دیگه فرصت برای بازیکنهای ما هست، اجازه نمیدن. فرصت برای تیم ما هست، یک بار دیگه بچهای ما ثابت توپن به هر زحمتیت با هر جانکندنی. ببینیم نظر داورا چیست. نظر داورا اینه که توپ برای عربستان. ببینید صحنه ای که جهانی درگیر بود با بازیکن شماره 44 عربستان. نوشش همچنان به سود عربستان هست. یار 24 هیشام العبیدی. بازم عربستانی ها ثابت توپن در بغل چپ. یار 37 در نقش توپخشکن محمد العباس قرار میگیره. هی جا به جایی بازیکنها رو ببینین برای به هم ریختن تمرکز خطی دفاعی ما، دفاع 6-0 ما. بازم تلاش برای اجازه ندادن به عربستانی ها. حالا فرصت برای تیم ما بود، بازم خطا میگیره. عجیب، داور کره‌ای 2 دقیقه به مشتبه حیدرپور. یک مقدار مهربانترم با حریف، طبیعی هم هست، میزبان هست. و ببینید اینجا هیچ اتفاقی نیفتاد. واقعیت بدون اینکه در حقیقت بخوایم جانبداری کنیم از تیم ما، یه بازیکنای ما باید حواسشون جمع باشه در اون محوطه نومتر. هر گونه پهلو انفعالی رو میتونن راحت داورا اعمال کنن. هنوز مثل بقیه رشته‌های ورزشی نرفتن به سمت ویدیو چک. بازم محمد سیاوشی به داد تیم ما میرسه و اجازه نمیده. حالا ما با یک بازیکن کمتر شرایط سخت‌تری داریم. بچه ها باید کاملا مدیریت کنن و اداره کنن همون کاری که عربستانی‌ها دقایق پیش انجام دادن، یعنی در سیستم 6 نفره خیلی اجازه ندادن به تیم رو. 21 دقیقه 9 ثانیه چقدر زمان زود گذشت. 15 گل از خط دروازه عبور کرد. ابویی میاد در بغل راست، حالا خودش کم کم میاد عقب نشینی میکنه در نقش توپخشکن. فرصت برای تیم ما هست و جهانی این بار ضربه شد. فرصت برای گل، بازم قبول نکردن گل رو، بازم قبول نکردن گل ایران رو. دست داور ببینید این ضربه که به تیر دروازه برخورد کرد، فرصت بعدی رو به تور دروازه دوستان. حالا گل دهم رو میزنن. گل های عربستان پذیرفته است. به این شکل بازم همون یار 57 مشتبه سالم دروازه ما رو باز میکنه. گل های ما یکی یکی پرپر میشه و گل عربستان مورد تایید داورای کره ای قرار میگیره. 10-4 گل به سود عربستان. عرض کردم میزبان است و از امتیازات میزبانی و یک مقدار هم داوری نگیم خیلی زیاد، ولی به هر حال برخوردار بود. محبت های داوری داوران کره ای در بسیاری از لحظات شامل حال اونها بود. عربستانی ها فرصت. باز هم یار 24 ما هست محمد غلامی، بازیکن 34 ساله ما. ببینید اینجا او رو نگر میدارم و باز هم پرتاب 7 متر به سود تیم ماست. یکی از گلها رو جبران میکنیم. ده همچنان امیدواریم که تیم ما به بازی برگرده. به هر حال 3 گل اختلاف، اما همه چشم امید ما به دستان پرتوان همه بازیکنها به خصوص سجاد استکی است. تیم ما مشابه ایدرپور رو هم داریم، یونس آثاری رو هم داریم. امشب کمتر از اونا خبری بود. اجازه مثل مدافعان مبتدی هندو استرالیا نیستن که به راحتی به ما فضایی برای گلزنی بدن. گل دیگری رو به ثمر میرسونه. باز هم این بار یار 37 هست، گل رو به ثمر میرسونه محمد العباس.
دروازه ما رو به این شکل باز میکنه. محمد العباس 11-4 گل اختلاف دو تیم که یه 23 دقیقه و 22 ثانیه کمتر از 7 دقیقه به پایان نیمه اول این دیدار زمان داریم. بازم فرصت برای ایران هست. غلامی میدم به بغل چپ، حالا یک توپی که از بالای سر دروازه‌بان به شکل چیپ، بازم سجاد استگی که بیشترین گل ما رو او به ثمر رسوند، هشتمین گل. به این تجربه بین‌المللی بالای سجاد استگی که سالاست به عنوان لژیونر همراه با الله کرم استگی برادر بزرگترش و کاپیتان پیشین تیم ملی دیدیم. 11-8 سه گل اختلاف. نظر میرسه که کاظمی هم به میدون اومده باشه، یار شماره 4 ما. بله میبینید بازیکن جوانی که بسیار در دو بازی قبلی درخشش خوبی داشت، حالا فرصت برای عربستانی ها هست. میبرن به بغل چپ، باز هم متمایل میشن، نشون نمیدن که از کدوم سمت قصد دستیابی به دروازه ما رو دارن. حالا یه فرصت، خطا رو میگیره، خطای مهاجم روی مدافع رو به سود ما این بار خوشبختانه سود زدن داورای کره‌ای. این فرصت در اختیار ما قرار میگیره تا گل نهم رو هم ببینیم. میتونیم بزنیم، ولی در این فعل و انفعالات و بی‌دقتی به راحتی باز هم یک فرصت طلایی رو از دست میدیم. دروازه‌بان شماره 1 عربستان به میدان اومده بود، عمرو محمد. عباس الصفار یار 99 در بغل چپ خوب کار کرد برای عربستانی ها. باز هم فرصت برای عربستانی است. یک تنه، باز هم محمد سیاوشی، پرتاب 7 متر به سود تیم عربستان انجام میشه. یار 24 هشام العبیدی است، این برخوردی که رخ داد و پرتاب 7 متری که خود العبیدی میره پشت تو بیسته در مقابل محمد سیاوشی. ببینیم سیاوشی و با عبیدی و میگیره توپ رو. آفرین به محمد سیاوشی، فوق‌العاده بود کار او در مصاف با بازیکن عربستانی، به جان خرید در واقع یک گل رو برای ما. البته اگر او در اون دروازه نبود شاید تعداد گل‌های عربستان بیشترم بود. این اولین بار نبود که واکنش عالی داشت. حالا فرصت برای تیم ما هست و یک گل دیگر رو جبران میکنیم. 11-9 حالا فاصله به دو گل کاهش پیدا میکنه. بچه های ما باز هم ببینیم کدام بازیکن بود که باز هم جهانی بود، دروازه حریف رو باز کرد. آفرین به جهانی، فوق‌العاده کار کرد. او سجاد استگی به نظر من تا اینجا کار بهترین های ما بودن. 11-9 در مقابل عربستان. بازم عربستان تاب توب در بغل چپ با اصفار میارم به سمت راست. در گوشه راست ما رو سخت آزار دادن، در گوشه چپ کمتر، از گوشه خوب کار میکنن. در عمق دفاعی ما هم به این شکل سعی میکنن خطا رو بگیرن. خطا رو گرفت یار 37 محمد العباس، منتهی صحبت میکنه با مدافعان ما. این یار 24 ما بود، غلامی محمد. اینم یار 37 محمد العباس. البته خطای نبود که خیلی برای ما مشکل ساز باشه. ما نباید دو دقیقه تعلیقا رو داشته باشیم، یک مقداری باید در هنگام مالکیت تو فرصت طلبی بیشتری بازیکن ما داشته باشن. حالا فرصت میرفت که مهیا بشه، بازم برای محمد العباس، بازیکن ما کاملا بغلش میکنه. یار 8 ما جهانی، حسین جهان. یک بار دیگه فرصت هست برای بازیکن ما، بیگودار یک مقدار به آب میزنه. یار 11 ما بود که سید مهدی موسوی باشه. 11-9 سود عربستان هست. حالا عربستان یک شوت زیر، بچه های ما خوب عمل میکنن در روی این صحنه. البته در اون دروازه خیالمون آسوده است یک مقدار. بازم محمد العباس، فرصت برای عربستان بود، توپ از کنار دروازه ما. یار 99 از صفار، عباس الصفار نتونست با این شوت، توپش کنار دروازه ما رد میشه، البته خطرناک بود. 11 حالا این مالکیت توپ میتونه گل دهم رو برای ما به ارمغان داشته باشه یا خیر. اگر ما این گل رو بزنیم در این اواخر بازی، اگر با تساوی رای رخت کم بشیم در نیمه دوم، امید این رو داریم که بتونیم با تغییرات مثبتی که انجام میشه کاری رو صورت بدیم. بازم سجاد عقبتر، فرصت برای اخ چه توپی رو به
بالای دروازه فرستاد. ببینین ضربه‌ای که به زمین خورد یک مقدار بد جای زمین خورد، در واقع اگر روی خط دروازه زمین میخورد در اون دروازه بود، اما با فاصله. حالا وقت ضرورت رو دیدیه دینار میگیره، سرمربی نامدار فرانسوی. هر دو تیم از سرمربی خارجی استفاده میکنن، مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس. دیدیه دینار مردی که با فرانسه نایب قهرمان شد در المپیک 2016 ریو و بعد جاشو از دست داد. به هر حال او متولد 18 ژانویه 1977 است، همین چند روز پیش 45 ساله شد. 11 دیدیه دینار از جمله بازیکنایی بود که برنده جایزه لژیون دونور شد در فرانسه و یکی از عرض کردم بازیکنای مطرح تیم ملی فرانسه بود، کاپیتان این تیم در المپیک‌های 2008 پکن و 2012 لندن. با بسیاری از بازیکنای فعلی تیم ملی فرانسه هم همبازی بود، کاراباتیچ، تیری اومیر، لوکا بالو، دانیل نارسیز، بازیکنایی بودن که با او هم دوره بودن در تیم ملی. الان از اونا خبری نیست در تیم ملی، فقط کاراباتیچ هست که در ترکیب تیم ملی فرانسه همچنان برادران کاراباتیچ حضور دارن. بازم فرصت اونا در جام ملت‌های اروپا هستن. حالا دیدیه دینارد کارش به غرب آسیا رسید و سرمربی عربستان شد. یک خطاب بازم مرداد سمتومی ببینیم، اگر بازم 2 دقیقه تعلیق بشه دومین 2 دقیقه تعلیقش خواهد بود. باید دید نظر داور کره ای چیز یک مقدار هم تمارز میکنه بازیکن عربستانی، بله 2 دقیقه تعلیق رو هم میده تا یک مقدار کار ما سخت‌تر بشه، چرا که اگر برای بار سوم تعلیق بشه به طور کامل باید زمین بازی رو ترک کنه. این چهره سمسامی است، کار ما حالا سخت میشه در این شرایطی که 2 گل عقبیم. دقایق پایانی بازی است، کمتر از 2 دقیقه و 17 ثانیه به پایان بازی زمان داریم، با 1 یار کمتر باید بازی رو ادامه بدیم. توپ رو از صفا یار 5 بود، ببخشید حسن الجنابی توپ رو به گردش در آورد، یار 99 از صفا در بغل چپ. حالا صاحب توپ میشه، فرصت هست برای عربستان، پشت محوطه 9 متر ما حالا فرصت هست. دفاع ما باید پرتلاش، یعنی در واقع باید 2 برابر خودش تلاش کنه که اجازه نده. حالا 1 بار دیگه فرصت هست، میبرم به گوشه چپ، این بار محمد سیاوشی نتونست کاری رو صورت بده. 12 گل برای عربستان شکل میگیره. این بار ایار 23 بود، از گوشه چپ دروازه ما رو باز کردن. عبدالله الحبیلالی همین چهره دروازه ما رو باز کرد، بیشتر از گوشه راست ما رو آزار دادن، این بار از گوشه چپ پاس سازی کردن روی خط دفاعی ما. و با توجه به 1 یار کمتری که در اختیار داریم کار ما سخت است در این لحظات. بچه‌ها باید بسیار با دقت در این لحظات بازی کنن، برای اینکه اگر اشتباهی رو مرتکب بشن با توجه به 7 نفره بودن حریف و 6 نفره بودن ما کار سخت‌تر خواهد شد. سجاد استکی خطا رو میگیره، با تجربه هست، بازم خود سجاد میبره به گوشه چپ، بازم فرصت برای تیم ما هست. دفاع عربستان دروازه خالی از سنگربان ما باز میشه. 13 گل رو سیستم پاور پلی ما دریافت میکنیم، یعنی بدون دروازه با 1 بازیکن اضافه تر کردیم به جای دروازه مان. به این شکل کردم تو این سیستم، سیستمی است که خیلی باید از مدافعان از شرایط خوبی بازیکن ها برخوردار باشن، بی پشتوانه حمله نکنن و این اتفاق برای تیم ما افتاد. نه تنها گل نزدیم بلکه 2 گل پیاپی رو در این دقایق دریافت کردیم. بازم سجاد استکی سعی میکنه با خطا گرفتن 2 دقیقه وقت رو بگیره تا شاید یار 7 ما هم به میدون برسه. حالا 29 دقیقه و 40 ثانیه، بازم سجاد استکی، حالا فرصت برای تیم ما هست. کمتر روی دفاع حریف فشار آوردیم، یا اگر اون فشار آوردیم خوب نتونستیم از فرصت ها استفاده کنیم. 4 گل اختلاف، این بار هم به هر زمدی است محمد سالم دروازه شو معصوم نگاه میداره. 30 دقیقه نیمه اول به پایان میرسه و 13 نو تیم ما بازی رو به
عربستان در نیمه اول واگذار میکنه، استراتژی کوتاهی میکنیم به محض شروع نیمه دوم، بازم خدمت شما خواهیم بود با گزارش این دیدار. خب به نیمه دوم میریم، جایی که تیم ملی هندبال ما برای جبران مافاد باید 30 دقیقه فرصت داره که اختلافات گلش رو در مقابل عربستان کم کنه. عرض کردم ما با مساوی هم سرگروه خواهیم شد به دلیل تبادل گل بهتر، اما همه چیز بستگی به این داره که ما بتونیم در وهله نخست به تساوی برسیم، 4 گل عقب مانده نیمه اول رو جبران کنیم. این بار تیم ما در سمت راست با پیراهن‌های سفید رنگ و تیم سبزپوش عربستان در سمت چپ قرار می‌گیرند. جدال آغاز میشه. عربستانی‌ها 9 بار در قهرمانی جهان حاضر بودند، ولی ما فقط 1 بار. اما ما 1 مدال برنز داریم از سال 2014، عربستانی‌ها 3 مدال برنز در سال 2002 و 2008. جالبه که در کشور ما در اصفهان صاحب مدال برنز شدن. 1 گل دیدنی رو سجاد می‌زنه در گوش راست، حساب کارو 13-10. حالا فرصت برای عربستان بود. ببینیم باز هم سوت داور به صدا در میاد. کاپیتان عربستان ها رو ملاحظه میکنیم. گلی که بچه ما سجاد استکی به این شکل با یک شوت غافلگیرانه دروازه محمد سالم رو باز میکنه. ببینیم چه اتفاقی افتاد. 13-10. خطا به سود عربستان برای یار 75 حیدر الکداربی. فرصت باز هم برای کداربی، این بار از گوش راست دروازه ما باز میشه توسط یار 19 ابوالرحمن الموالد. به این شکل بازیکنی که در گوش راست هست با دست چپ دروازه ما رو باز میکنه. 14-10. اینم چهره دیدیه دینارد، سرمربی نامدار فرانسوی. کلی افتخارات در کارنامه این سرمربی فرانسوی هست، البته او تازه در ابتدای راه مربیگری شد. مونتایا فرناندز سرمربی اسپانیایی ما هم سالها دستیار والرو ریورا سرمربی فعلی تیم ملی قطر بود و با این تیم مدال‌های اروپایی و جهانی سال 2013 رو داره، قهرمانی جهان. این حرکت بازیکن ما اوریس. اینم یار 4 عبدالله الحماد، باز هم فرصت برای تیم ما. سجاد استکی حالا فضا رو آماده و چه گولی میزنه، چه گل دیدنی رو میزنه بازیکن ما. اوریی بود به نظر من. بله به این شکل دروازه‌بان عربستانی رو مغلوب میکنه 14-11. همچنان با 3 گل بازی به سود عربستان در پیش است. نیمه دوم رو ما با 1 گل جبران کردیم. باید بچه ها هر چه سریع‌تر تلاششون رو اضافه کنن. اوریی به بیرون از میدان میاد. باز هم الکداربی میبرم به بغل چپ. حالا بازم الکداربی در عمق دفاعی ما در گوش چپ، 1 بار دیگه پشت محوطه 9 متر ما بازم الکداربی و کنترل میکنه خطای مهاجم روی مدافع. خوشبختانه حالا داورای کره‌ای خطایی که روی سجاد خنده یا هم بلب داره. سجاد استکی بازیکن اسپانی ما که عضو باشگاه العربی قطر هست. ما پویا نوروزی نژاد و افشین صادقی رو اگر در این میدان داشتیم شرایط کلی فرق میکرد. ما همواره در رقابت‌های قهرمانی آسیا با همه ظرفیت و قدرت واقعیمون هرگز حاضر نشدیم. در تمامی 2 دهه اخیر هرگاه مشکلاتی بر سر راه هندبال ما بود، 1 بار دیگه سجاد استکی میبره برای گلزنی. گل به ثمر میرسه برای ایران. بازم اوریی موفق میشه دروازه رو باز کنه در گوش راست. به این شکل آفرین به اوریی. حالا فاصله به 2 گل کاهش پیدا میکنه. بچه ها باید متوجه باشن در خطا ندن خطایی که منجر به 2 دقیقه تعلیم میشه. باز هم در بغل راست الکداربی. فرصت برای عربستانی ها هست. پشت محوطه 9 متر ما خیمه زدن به قول کشتیگیرا. فرصت باز هم برای الکداربی. حالا برای یار 19 که در گوش راست خطرناک هست و باز هم عکس العمل عالی از محمد سیاوشی. فوق‌العاده بود کارش در بازی امروز. محمد سیاوشی در مقابل عربستان ایستاد، یک تنه ایستاد، بازیکن 36 ساله سپاهان اصفهان.
14-12. حالا بچه ها دو گل رو در تقریبا 3 دقیقه یا 4 دقیقه جبران کردن. اگر بتونن تا 10 دقیقه اول این کارو انجام بدن، یک گل دیگر 14-13. این بار یاره 24 ما گل زنی میکنه. یاره 24 ما محمد غلامی 34 ساله هست. این بازی کن گل 13 رو به ثمر میرسونه. حالا تیم ما با توپ پرتر نیمه دوم را آغاز میکنه، یک مقدار شرایط برای تیم ما عوض میشه. یه گل اختلافی دو تیم هست. الکداروی حالا 4:32، 3 گل پیاپی تیم ما رو امیدوار میکنه به بازگشت بازی. بازم فرصت برای عربستانی ها هست. یاره 37 به میدون میاد در نقش پخشکن محمد العباس، فرصت بازم برای سیاوشی هست و توپی که خطا گرفته میشه. بازم یک فرصت طلایی از یاره شماره 5 حسن الجنابی رو ما سیاوشی به این شکل در بار دوم هم در ریباند خطای بازیکن عربستانی رو میگید در اون جایی که در واقع محوطه دروازه هست. 14-13 حالا بازم ایران مالکیت توپ رو در اختیار داره. امیدواریم تیم ما به عنوان تیم اول گروه دوم به مرحله بعدی را پیدا کنه که شنبه باشه. بازم فرصت در قلب دفاع حریف، گل برابری رو هم میزنیم. آفرین به موسوی. بازم یار 24 ما چقدر سجاد عالی کار کرد. یار 24 ما محمد غلامی است، دروازه رو باز میکنه. 14-14 حالا وقتی استراد رو دیدی دنارد میگیره، برای اینکه شرایط بر تیم عربستان کاملا سخت میشه. فاصله رو بچه های ما خوب جبران کردن، فاصله 4 گل اختلاف رو. خوب به بازی برگشتیم. فوق‌العاده بود کار بچه های ما در نیمه دوم. در غیاب دو بازیکن اصلیمون در این بازی ظاهر شدیم تا اینجای کار. به حال در این دور از رقابت ها شانس ما حداقل برای رفتن به قهرمانی جهان زیاد است، ولی امیدواریم هم به جام جهانی بریم هم سکوی رو به تصرف خودمون در بیاریم. یا اول یا دوم یا سوم مهم نیست، مهم اینه که با یکی دو نشان بزنیم. دیدی دینار حالا او هم میبینه استعداد خوب بازیکنهای ما رو، که نیمه اول ما بد بودیم، واقعا خوب بازی نکردیم در بخشهایی از بازی، و همون 4 گل اختلاف حاصل اون ناهماهنگی ها و عدم در واقع اشتباهات ما و عدم هماهنگی ما بود. بازم فرصت برای یار 19، یه گل رو میزنه. باز هم همون یار 19 که عرض کردم خطرناک است. حالا از عمق ابوالرحمن الموالد دروازه ما رو باز میکنه. 15 گل رو عربستان میزنه، ولی باز هم قدرت برگشتن به بازی رو ما داریم. همون اختلاف رو کاهش دادیم، نشون داد که این توانمندی رو هم داریم که بتونیم هر موقع اراده کردیم به بازی برگردیم. سجاد استکی بازم به بغل راست میبرم برای سجاد. فرصت اینجا، حالا سجاد ثابت توپ هست، در بغل چپ بازی میکنه. حالا از راست اومد، حالا بازم فرصت برای تیم ما هست. در قلب دفاعی حریف خطا رو میگیرن از بازیکنای سبزپوش. یاره 23 ما اورهی بود، محمد رضا عالی کار کرد به نظر من. بازیکن 23 ما که عضو باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان هست، توپ رو در اختیار محمد سالم قرار میدن و اونجا هم نمیتونن عربستانی ها ببینیم این صحنه ای که توپ به پایه های تیر عمودی دروازه برخورد شد. خوش اقبال بود این دروازه‌بان محمد سالم، بارها دروازش روی شوتای از رای دور باز شد. این گونه میاد با همتیمیاش در روی نیمکت ذخیره ها. 15-14 به سود عربستان هست. باز هم ابوالرحمن الموالد که در این دقایق او خطرناکتر از مشتبه از سالم بازی کرد برای یار 57 عربستان. یک بار دیگه در اون محوطه 9 متر ما باز اومده به عمق، به حال بهش چسبید، مزه داد اون شوتی که زد و تبدیل به گل شد. گل 15 فرصت بازم برای الموالد. بازم در اون محوطه 9 متر بیرون از محوطه، حالا برای رفتن خطا رو میگیرن. نه خطای مهاجم روی مدافع، حالا بازم خطا رو عربستانی ها مرتکب میشن. بلافاصله حمله ما آغاز میشه. ببینیم چگونه در گوش راست از گوش ها کمتر استفاده کردیم. واقعیت هم
نه در گوش چپ که مشتبه هیدرپور رو داریم. حالا ببینم، فکر میکنم که آثاری رو در گوش راست داریم. اگر این گونه باشه، آثاری بازیکن بسیار، یونس آثاری بازیکن بسیار خوبی است. بازم فرصت برای تیم ما هست، یک لحظه اشتباه میرفت بازیکن ما بکنه، اما توپ رو میگیره، خطا رو بازم کاپیتان عربستان مرتکب میشه. موسی یار 24 غلامی توپ رو به گردش در میاره، محمد غلامی. بازم فرصت برای تیم ما هست، یک لحظه بعد شانس بودیم. سجاد استکی یک پاس رو میده و گل رو به ثمر میرسونیم. گل 15ام. این بار هم غلامی چقدر خوب بازی کرد. دقایق اولیه جهانی و حالا غلامی است که به داد تیم ما میرسه. آفرین به غلامی. حساب کار 15-15 مساوی است. باز هم تعویض، یار 37 به میدون میاد، محمد العباس برای عربستان. در ورزشگاه اصلی رقابت ها، یعنی همه بازی مرحله دوم در این سالن زیبا برگزار خواهد شد، در حالی که بازی اول دوم ما در سالن دیگری برگزار شد. این سالن اصلی مسابقات هست، دو سالن مسابقات پیگیری میشه. 8 تیم برتر در مرحله دوم در این سالن بازی خواهند کرد و این خودش امتیاز خوبی است برای تیم ما. حالا یک بار دیگه فرصت هست برای المبالد، میده خود المبالد برای رفتن اجازه نمیدن. دفاع پرتحرک ما، دفاع 6-0 ما، یک بار دیگه یارگیری میکنن، فرصت هست. اینجا خطا رو بازیکن ما پشت محوطه 9 متر مرتکب میشن. مونتایا اوری بسیار توانمند در مقابل حریف عربستانی، این گونه اجازه حرکت رو از اون میگیره با قدرت بدنی بالا. یک بار دیگه فرصت برای عربستانی ها هست، یک بار دیگه باسم الموالد تو به دست دفاع ما برخورد بکنه همراه با پرش. حالا خطا رو میگیرن، بچه های ما میتونن ضد حمله. گل 16ام، گل 16ام رو هم میزنیم، عالی بود. یونس آثاری، گفتم در گوشه راست میتونه این بازیکن خطرناک باشه، به این شکل دروازه محمد سالم رو روی پاشه چرخون. ایران 16 عربستان 15. جدال سخت با تیم عربستان میزبان رقابت ها، بحرها خودشو مدعی قهرمانی در این رقابت ها میدونه، اگر که قطر و بحرین، کویت، کره جنوبی، هر کدام اونها میتونن مدعی قهرمانی باشن. عراقی که حتی امارات رو برد. حالا فرصت بازم برای الموالد بود، خطا رو ببینیم بچه های ما انجام دادن یا خیر. یک مقدار تمروز بیش از حد میکنن عربستانی ها برای اینکه داورای کره ای رو مرعوب خودشون بکنن در تصمیمایی که میگیرن در این لحظه. مشتبه هیدرپور بود که با او حرکت میکرد. دیگه دینارد، یک سال میشه که سرمربی عربستان شد، بالا رو ریبرا رو نیمکت قطر هست، سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا. سیگورتسون سرمربی ژاپن بود که ژاپنیا نیومدن به این رقابت ها. تیم نایب قهرمان دوره قبل، تیمی که 5 نقره و 5 مدال برنز و 2 مدال طلا داشت، بازیکن عربستانی، همچنان در کنار زمین کار مداوا صورت میگیره. 16-15 خطا پشت محوطه 9 متر ماست. یک مقدار بازیکنهای ما باید اسیر حواشی که میزبان ایجاد خواهد کرد نشند، حواسشون باید کاملا جمع باشه که اسیر ترفندهای سعودی ها نشند در این بازی. بازم فرصت برای عربستان هست، یه گل عقبن. تیمی که با 4 گل ما رو جلو بود، حالا در 10 دقیقه و 19 ثانیه نه تنها مساوی کردیم، یه گل هم پیش افتادیم، چون به خودمون برگشتیم و بازی کم اشتباه و کم نقصداری در کار دفاعی هم موفق‌تر از نیمه اول بودیم. این توپ هم که بالای دروازه میره، ببینید یه خطا رو میگیره. مونتایا فرناندز دعوت به آرامش میکنه بازیکنای تیم خودش رو. این یار 22 بود، ضربه‌شو به این شکل زد، یار 22 عربستان که مهدی سالم باشه. پرتاب 7 متر به سود عربستان گرفته میشه. عرض کردم بچهای ما یک مقدار باید یار 7 میره پشت توپ قرار بگیره. حسین محسن، ببینیم چگونه این پرتاب 7 متر، محمد سیاوشی، ببینیم میتونه کاری صورت بده یا خیر. این بار میگیره، آفرین به دروازه‌بان ما، باریک الله سیاوشی. باور کنیم به دلم برات شده بود که او عکس العمل خوبی خواهد داشت.
آفرین محمد سیاوشی، فوق العاده بود کار این دروازه‌بان با تجربه تیم ملی هندبال ما. 16-15 دروازه‌شو بسته نگاه می‌داره در مقابل تیم کشنه عربستان برای گلزنی. بازم فرصت برای تیم ما، اوری در سمت راست نگر می‌داره، مسیر عوض میشه در بغل چپ برای سجاد استگی، خودش و باز هم خطا رو میگیره از بازیکن حریف سجاد استگی. اینم محمد سالم درون چارچوب دروازه عربستان حالا احساس خطر میکنه. دو بازیکن کاملا مزاحم با تجربه ترین و کلیدی ترین بازیکن ما میشن. یک پرتاب 7 متر برای تیم ما سجاد استگی و گل. گل 17 رو هم به ثمر میرسونیم. ایران 17 عربستان 15. ایران به بازی بر میگرده، ایران به بازی برگشت با یک بازی خوب. انتظاری که توقعی که از تیم ملی هندبال ما در نیمه اول هم داشتیم همین بازی بود و شایسته باخت با 4 گل نبودیم. حالا بر میگردیم به بازی. الموالید بازم برای یار 37 که در نقش توپ پخش کن هست، محمد العباس، فرصت بازم برای الموالد، بازم محمد سیاوشی جانانه ایستادگی میکنه، مثل صد سکندر در مقابل حملات عربستانی ها ایستادگی میکنه. این دروازه‌بان خوب کشور ما با فیزیک بدنی فوق العاده عالی، محمد سیاوشی، فوق العاده بود کارش. بی تردید او به مراتب بهتر از همتای عربستانیش در اون دروازه کار کرد. سجاد استکی عقبتر، حالا فرصت برای تیم ما هست، خطا رو مرتکب میشن عربستانی ها. روی یونس آثاری، او هم از گوشه راست مثل الموالید میاد در عمق، سعی میکنه که این شکلی غافلگیر کنه و خطایی که انجام شد باز هم ضد حمله برای عربستان و دروازه‌ای که باز نمیشه، دروازه‌ای که باز نمیشه، خوش اقبال بودیم. حالا میتونیم شرایط رو باز هم با یه گل دیگر، سجاد استکی مزه مزه میکنه برای شوت زنی، اجازه نمیدن. دفاع 6-0 عربستانی‌ها در این دقایق در مقابل حملات پردامنه ما. دیدیه دینارت حالا از اون حال و هوای اولیه بیرون میاد. به هر حال ما با دو تیمی بازی کردیم که آنالیز خیلی دقیقی نمیتونست در مقابل هند و استرالیا باشه برای دیدیه دینار. این بازی میتونه برای رقبای ما آنالیز دقیق تری باشه. حالا اگر برسن دو بازیکن ما افشین صادقی و پویا نوروزی نژاد، شرایطمون کاملا متفاوت تر خواهد شد. مطمئنا اگر این بازی رو ببریم روزهای آینده روزهای بهتری برای ما خواهد بود. و گل 18 گل 18 مشتبه هیدرپور سرانجام دستش به گل باز میشه. فوق العاده زد مشتبه هیدرپور، بازیکن سپاهان اصفهان و بازیکن خراسانی تیم ملی. اینم خوش اقبالی ما بود. البته نیمه اول هم چندین بار بازیکنهای ما به همین شکل از دستیابی به گل محروم ماندن. بازم فرصت برای تیم عربستان هست. پشت محوطه 9 متر ما یار 24 تا به توپ هست که هیشام العبیدی است، همین بازیکن در بغل راست. فرصت باز هم برای عربستانی هست، یک شد و باز هم دستای بیدار محمد سیاوشی خطای ما رو میگیرن. آفرین به محمد سیاوشی، فوق العاده بود. اگه این بازی رو ما ببریم، حتی چه بازنده هم باشیم که مسابقه کنیم، او بی تردید ستاره این بازی خواهد بود. تا اینجای کار البته هنوز در واقع 3/4 زمان بازی رو پشت سر گذاشتیم. بازم برای رفتن فرصت برای تیم ما هست، اجازه نمیدن. بچه با چنگ و دندان استادگی میکنن در مقابل حملات عربستانی. حالا اونا چیزی برای از دست دادن ندارن، هر چه دارن رو خواهند کرد. بازم اوری 18-15 سه گل اختلاف، کسی باور نمیکنه. 4 گل عقب بودیم، 3 گل پیش افتادیم در طی 15 دقیقه. یعنی این نشان از قدرت هندبال ما داره. بازم محمد سیاوشی، بازم محمد سیاوشی، چند بار، نه یک بار، دو بار در مقابل الموالید و ضربات پیاپیش اینگونه ایستادگی میکنه. به هر حال فوق العاده بود، عالی کار کرد این بازیکن خوب هندبال ما، سنگربان شجاع و سرنترت ما. بسیار سرنترت و شجاعانه بازی کرد. به هر حال این هم مشتبه هیدرپور هست که به نظر میرسه این مقدار دچار کشیدگی عضله شده. 18-15 به سود ایران هست. یاره 23 صاحب توپ هست.
عبدالله الهویلالی، اینم تماشاگرای عربستانی که دیگه حالا بلندگوهاشون هم خاموش میشه، سر و صداها میخوابه، طبیعی هم هست. در حال این سبک خاص تماشاگرای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هست، همتایگان ما که از همه انواع و اقسام ابزارهای مختلف برای تشویق استفاده میکنن. یاره 24 تا به توپ هست که شامل عبیدی، حالا میبرن به بغل چپ، باسم اجازه نمیدن، فرصت میگیرن از عربستان مرداد سمسامی 18-15. عربستان به در و دیوار میزنه که بتونه دروازه ما رو باز کنه. یک بار دیگه فرصت هست، بازم برای العبیدی توپ از دست میدن، خطای بازیکن ما رو میگیرن پشت محوطه نمر. الموالید خطرناک هست، اینم العبیدی. یک بار دیگه فرصت برای تیم ما هست. تا اینجا بچه ها عالی دفاع کردن در 15 دقیقه اول نیمه دوم. حالا فرصت برای الموالید، گل رو به ثمر میرسونه یار 19. ابو رحمان الموالد دروازه ما رو باز میکنه به این شکل 18. دقیقه زیادی بود روی دروازه ما، هجوم همه جانبه ای رو داشتن عربستانی ها. بازم فرصت برای تیم ما هست، یک مقدار بازی رو بچه ها آروم میکنن. باید منطقی و با تفکر بسیار سنجیده در مقابل عربستان زاویه. یک پرتاب عالی، بازم محمد سالم کنترل میکنه توپ، این موقعیت رو از سجاد استکی میگیره، بازم عربستان صاحب توپ است. بچه های ما موقعیت مالکیت توپ رو با شوت نواخته شده از سوی سجاد از دست دادن، در بازی شماره 16 از بازی خارج میشه. این پرش بلند و این ضربه محکم که به خوبی دستش رو خوند، چهره شناخته شده است در هندبال آسیا. بازم فرصت برای عربستانی ها هست، یک توپ پشت دفاع خوشبختانه به دست دفاع ما میرسه، دروازه خالی از سنگربان رو باز میکنیم. محمد سیاوشی نمایش خوبش رو کامل میکنه، 19th گل، چقدر زیبا در سیستم پاور پلی. هرچی اونا در نیمه اول دروازه ما رو با این سیستم باز کردن، حالا نوبت ماست. اصلا تیم ما کاملا در نیمه دوم تیم متفاوتی شد، انگار تیم دیگری رو آقای مونتایا فرناندز به میدون فرستاد. 19-16 باز هم به سود ایران هست در مقابل عربستان. نبرد سرگروهی، یار 24 العبیدی، فرصت برای یار 22 هست که مهدی سالم باشه، بازم میبرن به بغل چپ، مهدی سالم برای العبیدی، توپشو به کنار دروازه ما میزنه، بعدم خطا رو میگیرن داور کره‌ای، برمیگردن. حالا کم کم بتونیم بقیه دو این لحظات بچه های ما باید حواسش شیشتان باشه. عرض کردم مهمترین نکته کاظمی به میدون میاد، محمد رضا جوان 20 ساله هندبال ما. ما در دوره قبلی در کویت در سال 2020 بازیکنی به نام یونس آثاری رو معرفی کردیم، عربستانی ها در این مسابقات هفتم شدن و ما ششم. حالا شرایط کاملا متفاوت هست، اونا عرض کردم 3 مدال برنز از آسیا رو دارن، ما فقط 1 مدال برنز از این رقابت رو. اونا 9 بار به قهرمانی جهان رفتن، ما 1 بار و 1 گل دیگر، گل 20 رو هم میزنیم که به موقع عالی. یار 11 زد سید مهدی موسوی، او حالا در نقش گلزن برای ما ظاهر میشه، توپ رو به جایی فرستاد که دروازه‌بان اصلا به ذهنش نیست. فوق‌العاده خوب 20-16 ایران تیم برتر میدان در مقابل عربستان. 18:58 و فرصت ها پشت سر هم، بازی ایران کاملا بر بازی مسلط است در مقابل کویت در هندبال. از شبکه ورزش تلویزیون این بازی رو ملاحظه می کنید. یک بار دیگه فرصت برای الموالید العبیدی، بازم برای عربستان. یک بار دیگه فرصت برای عربستانی ها، الموالید میده برای العبیدی، میبرن به بغل چپ، فرصت درون محوطه قلب دفاعی ما، گل رو به ثمر میرسونن. سرانجام یار 89 یوسف الطویل که در این لحظات به میدون اومده، بازیکنی که در پست خدم بازی میکنه، دروازه سیاوشی رو باز میکنه. 20:37 نیمکت نشینای عربستان دل تو دلشون نیست، به هر حال شکست در خانه در مقابل تماشاگرانشون تلخ خواهد بود. اگر این 10 دقیقه و 8-9 ثانیه رو ما بتونیم عالی بازی کنیم، یک گل دیدنی
باز هم گل، محمد رضا کاظمی گل میزنه، چه گلی رو هم میزنه جوون 20 ساله ما. حرکتش رو ببینید، تو به کجا اصابت کرد، به پا در واقع داخل تیرک عمودی برخورد کرد و به درون دروازه چرخید. این بار میگم در نیمه دوم همای سعادت رو شانه های بچهای ما نشسته. 21 ایران تیم برتر میدان در مقابل عربستان. یار 24 ثابت توپ است، العبیدی حالا میاد در نقش توپخش کن، به یار 37 میده که جابجا میشه با او محمد العباس. محمد العباس در بغل راست قرار میگیره، حالا باسم العبیدی میبرم به گوش چپ و توپی که زوزه کنان از کنار دروازه ما میگذره. خوش اقبالیم، این بار هم دست خالی یار 23 عبدالله الحبیل لالی نمیتونه دروازه ما رو باز کنه. دیدی دینارد کم کم دیگه داره عصبانی میشه از عملکرد شاگرداش. 21 فوق‌العاده بودیم در نیمه دوم، اگر همین روند رو ادامه بدیم و دو بازی کنه ما هم به جمع این تیم اضافه بشن، اون وقت فوق‌العاده تر عمل خواهیم کرد. میتونیم مطمئن باشیم به این جوونهای خوبمون برای رفتن دوباره به قهرمانی جهان. جام جهانی در اندال نداریم، قهرمانی جهان داریم هر دو سال یک بار. بازم سجاد یک پاس عالی و گل 22. چه میکنن بازیکنای ما؟ کیارش طاهری، کیارش طاهری فرزند محسن طاهری به این شکل دروازه محمد سالم رو باز میکنه. 22 5 گل اختلاف. همین روند میتونه تیم ما رو به برتری برسونه. امیدواریم قدر این موقعیت‌ها رو بدونیم و به عنوان تیم اول گروه با رویه و با اعتماد به نفس، با خودباوری بیشتر به مرحله بعدی قدم بگذاریم. بازی‌هایی که از روز شنبه فردا رو همه تیم‌ها استراحت خواهند کرد. بازم فرصت برای بازیکن‌های عربستان است. یار 75 به میدون میاد، حیدر القداری. بازم فرصت برای الموالد میاد عقب‌تر. حالا برای الموالد خطرناک است، بازیکن شوت‌زنی است. موقعیت شود رو نباید بچه های ما بدن، مدافعان ما اجازه نباید بدن. بازم الموالد میخواد رو دست دفاع ما، حالا یک سعی میکنه که یک خطا رو بگیره بازیکن عربستانی و ظاهرا هم میگیره و موفق میشه. نظر داور کره‌ای رو یار 5 هست که حسن الجنابی باشه، ولی خطای پرتاب 7 متر نبود خوشبختانه. بازم یار 75 نمیذارن حرکتی رو انجام بده. یار 75 القداربی 22:34 این چهره مرداد سمزامی بود. بازم عربستانیا حالا تلاش خودشونو به کار میگیرن. بازم محمد سیاوشی چه عالی در مقابل همه توپا، حالا پشت دفاع آثاری گل دیگر، گل 23 رو هم میزنیم. عربستان کاملا از هم پاشید، چیزی از عربستان باقی نمون در این بازی. فوق‌العاده کار کرد یونس آثاری، ضد حملات خوب یونس آثاری که در نیمه اول نبود، جاش خالی بود در تیم ما. حالا لنگان لنگان مرداد سمسامی از بازی خارج میشه، باید این بچه ها رو مدارا کرد. حالا یک بار دیگه فرصت برای عربستان هست. محمد العباس میارم به پشت محوطه 9 متر ما. بازم بچه های ما میتونن مدارا کنن، یک بار دیگه سعی کنن که در حقیقت وقت رو بازی رو اداره کنن و تا اینجا موفق بودن در نیمه دوم، چه در کار دفاعی، چه در ضد حمله، چه در شوت‌زنی، کاملا بازی رو در مشت خودشون دارن. عرض کردم بازی خوب و بی‌نقصی رو تا اینجای کار ارائه میدن. بازم فرصت برای تیم ما هست، یک بار دیگه برای رفتن یار 75 جا خالی میده الموالد و توپ رو به خارج میزنه. مونتایا میاد صحبت میکنن با او. بازم عربستانی ها مالکیت توپ رو دارن. الموالد خیلی بازیکن خطرناکی است، بازم این بار از گوش چپ و بازم توپی که به بالای دروازه ما میره. حالا اونا کاملا تمرکزشون رو از دست دادن. عبدالله الحبیل لالی بود که به این شکل توپ بالای دروازه سیاوشی فرستاد. 23:15 6 گل اختلاف، 4 گل اختلاف رو جبران کردیم. 10 گل برتری تیم ما در نیمه دوم بود. سجاد استکی، مردی که به تیم ما آرامش میده بود. بازم تیم ما اوری عقبتر، حالا با بازی منطقی خودشون فرصت برای شوت‌زنی بود از دست میدن. زدمله پشت دفاع ما، حالا یار 75 گل 18 رو میزنه. حیدر القداری
دروازه ما رو باز میکنه. عرض کردم چیز دهمله این محمد سالم یه شروع مجدد عالی رو داشت با الکداروی و دروازه محمد سیاوشی رو باز کرد. 23-18 5 گل دیگه خبری از اون ساز و دهل عربستانیا نیست. در ورزشگاه اصلی شهر دمام عربستان این بازی برگزار میشه. حالا یک بار دیگه فرصت برای تیم ما هست، برای چرخیدن اجازه نمیدن به بازیکن ما، خطا رو میگیرن. به این شکل باید وقت رو در واقع سعی کنن اداره کنن. حالا فرصت برای گلدنی هست و اجازه نمیدن. دروازه محمد سالم مسئول میمونه. بازم کیارش طاهری یک مقدار کم تجربه هست، موقعیت خوبی بود، بازم توپ مالکیت توپ در اختیار ما. وقتی خوب بازی کنی داورا هم نمیتونن تاثیرگذار باشن با تصمیماتشون. نیمه اول بخشی از تصمیمای داورای کره‌ای بودار بود. فرصت بازم برای تیم ما هست. بازم یونس آثاری که از گوشه چپ میاد به گوشه راست، از گوشه راست میاد به گوشه چپ. ببخشید یونس آثاری رو یک لحظه دیدیم در گوشه چپ، یونس آثاری رو داریم. حالا میره که یونس آثاری در گوشه راست قرار گرفت، کاملا خطا رو روی بازیکن ما انجام میدن مدافعان عربستان. 26 دقیقه و 11 ثانیه بازم فرصت برای تیم ما هست. سجاد استکی خودش تو به پاش برخورد میکنه، زد حمله پشت دفاعی ما خطرناک هست. یار 57 گل 19 رو میزنه. عرض کردم یار 57 مشابه سالم بعد از مدت های مدید در نیمه دوم دستش بگو. این لحظه اشتباهی بود که سجاد انجام داد و کار برای ما گران تموم شد. یه گل رو دریافت میکنه. 23-19 4 گل اختلاف. 26 دقیقه و 42 ثانیه حالا بچه ها باید بیشتر در زمین ما سعی کنن در واقع مالکیت توپ رو بیشتر در اختیار داشته باشن. سجاد، ابویی، سجاد، بازم سجاد میده برای مشتبه هیدرپور که جانشین کاظمی میشه. این ضربه فضای بالای دروازه رو میشتاد. 23-19 محمد سالم پشت دفاع. خوش شانس بودیم و خوش اقبال. این بار یار 75 دستای چسبگی نداشت هیدر تداروی، وگرنه کار خطرناک بود. هرچند که نزدیکی های محمد سیاوشی اتفاق افتاد، ولی خوش اقبال بودیم. خطر سختی بود که از بیخ گوش محمد سیاوشی گذشت. دیدی دینار دیگه ناامید هست تو مستصل. ببینید چگونه با تاسف سر تکون میده دیدی دینار، سرمربی سرشناس برانزوی با دنیای افتخار سجاد استکی. حالا او هم بعد از این بازی مطمئنن بازیکنهای ما و هندبال ما رو بیشتر باور میکنن. باز هم فرصت برای تیم ما از ابویی، عقبتر برای سجاد، خود سجاد یک پاس بیشتر بود. چقدر عالی بود اما بعد شانس بود و توپ گل نشد. 23-19 باز هم عربستانی ها فرصت برای بازیکن عربستان سیاوشی فوق‌العاده است. هر چی بگم کم گفتم راجع به محمد سیاوشی. شاکار بود، فوق‌العاده عالی بود، عالی. آفرین به سیاوشی، جنگنده شجاع سرنترز. فوق‌العاده بود کار محمد سیاوشی، دروازه‌بان شجای ما. اینگونه با دید خوب و این شوت پیچداری که تیر دروازه مانع گل شد. بازم فرصت برای تیم ما و گل. گل 24 روم رو هم میزنیم. حالا خیال ما دیگه راحت میشه، کار عربستان دیگه تمام است، تمام بود و تمام تر شد. 28 دقیقه و 42 ثانیه فرصت بازم برای عربستان است. خطا رو میگیرن داوران کره ای. مشابه هیدرپور بود، ببینیم این یار 4 بود عبدالله الحماد. هیدرپور یک پرتاب 7 متر رو داد به عربستان. یار 3 عبدالله العباس به پشت خط پرتاب 7 متر میاد. فرصت برای تیم ما هست اما نتونه سیاوشی بگیره و فرصت برای عربستان تبدیل به گل شد. به این شکل 23-20 3 گل اختلاف تمام هست. 29 دقیقه و 16 ثانیه اوری خودش یک تنه. حالا یه فرصت برای گلزنی هست و گل 24 روم رو هم میزنیم، دیگه تموم میکنیم. خیالمون آسوده میشه از پیروزی در مقابل عربستان. تبریک میگیم به مردم خوب ایران، پیروزی دلاور مردان هندبال رو در نیمه دوم. نیمه دوم انگار تیم دیگری بودیم، تیمی متفاوت، کم اشتباه، بی‌نقص، با تفکر بازی کردیم و با منطق.
عربستان رو از اون حال و هوای پیروزی نیمه اول به خوبی بچه‌ها به در آوردن. کار بزرگ انجام شد. 4 گل اختلاف رو جبران کردیم، 4 گل پیش افتادیم، یعنی تمام قدرت ما بود. فرصت بازم برای عربستان هست. الموالد و العبیدی ثابتوب میشه. منتایا 29 دقیقه 59 ثانیه تمام هست. ضربه تمام میشه، 30 دقیقه هم تمام میشه. خوشحالی سفیدپوشای ما در قلب شهر دمام. پیروزی ملی پوشان هندبالمون رو تبریک میگیم که این گونه شاد و خوشحالند، خرسند. خداوند سبحان رو شاکرن. محمد سیاوش که نقش اول رو داشت، امیدرضا سربوشی به میدون میاد. تبریک میگم به همه ورزشکارای کشورمون، هندبالیستا، جامعه ورزش و مردم خوب و شریف کشورمون که بیننده این دیدار بودن. مونتایا فرناندز پیروزی بزرگی رو مقابل همتای فرانسویش به دست آورد. امیدواریم در بازی‌های روز شنبه به بعد هم همین روند ادامه پیدا کنه. ایران 24، عربستان سعودی 20 و سرگروه شدن تیم ایران در گروه دوم این رقابت و عربستان با جایگاه دوم به مرحله بعد. ایران با 6 امتیاز با برتری کامل رای دور بعد شد. همه شما رو تا همکلامی و دیدار دیگر به خداوند بزرگ می‌سپارم و آرزوی اوقات